آقای دکتر توفیقی، چه ارزیابی میشه داشت از این شرایط بحرانی همه‌گیری کرونا در ایران؟ شاهد این هستیم که از خوزستان تا اصفهان و تهران و گلستان همه شهرها درگیر کرونا شده، وضعیت قرمز هست، بیمارستان‌ها پر شده. بله، متاسفانه باید گفت که در سایه بی تدبیری و در سایه ترجیح حفظ نظام به حفظ جان ایرانیان، ما با یک موج سنگین و بسیار بلند از واریانت دلتا مواجه شدیم که به قول خود مسئولین جمهوری اسلامی تازه در ابتدای راه هستیم. واقعا من فکر میکنم همه حرفها رو این خانم دکتر و این شهروند معترض و ناراحت از وضعیتی که ما باهاش مواجه هستیم زد. ببینید، خب شاید مثلا در ابتدای کرونا اگر کسی فوت میکرد میشد توجیهی برای اون پیدا کرد که یک پاندمی هستش، درمان نداره و مسائلی از این دست. اما واقعیتش رو بخواید، از حدود یک سال قبل، از موقعی که واکسن‌های مؤثر وارد بازار شدن، هر کشوری که نتونه جان شهروندانش رو در برابر این پاندمی با تزریق واکسن‌های مؤثر و در اسرع وقت حفظ بکنه، به نظر من کاملا مسئولیت دارند و به طور مشخص در جمهوری اسلامی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و آقای نمکی که جدیداً هم نمره 20 از آقای سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دریافت کردن، بیشک در همه این مرگ ها مسئولیت مستقیم دارن. به طور کل چقدر وعده هایی که در رابطه با واکسیناسیون داده میشه با واقعیت همخوانی داره به صحبت های امروز آقای نمکی؟ که به هیچ وجه واقعیت نداره. شما نگاه کنید، خود مسئولین جمهوری اسلامی، خود همین آقای وزیر که در یکی از شبکه‌های اجتماعی من دیدم در یک توییتی 30 تا از وعده های ایشون رو که هیچ کدام هم برآورده نشده بود لیست کردند. هیچ کدام از اینها برآورده نشده. اینها قرار بود مثلا تا، فقط یکی از اونها این بود که قرار بود تا پایان تیر ماه 14 میلیون از افرادی که در بالاترین ریسک در برابر بیماری هستند رو واکسینه بکنن، که ما میدونیم که در حال حاضر آماری که شما دادید 10 میلیون و نیم مربوط به تزریق کسانی هست که یک دوز دریافت کردند. کسانی که دو دوز دریافت کردند و واکسینه به حساب میان، همچنان حدود 2.5 میلیون هستن که کمتر از 3% جامعه ما میشه. بنابراین فاجعه‌ای که ما امروز شاهد اون هستیم به طور مشخص ربط داره با در واقع تأخیر در برنامه واکسیناسیون و عادی انگاری مسئولین جمهوری اسلامی در برابر پاندمی مرگباری مثل کرونا. دکتر آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، ممنونم از شما.